بسم الله الرحمن الرحیم. عالم یک قواعدی داره و انسان اگر نسبت به این قواعد و سنت‌های عالم آگاه نباشه دچار مشکل میشه. به قول ما رفقا اذیت میشه. اساسا یکی از ریشه های مشکلات ما در زندگی که داریم این است که چون با این سنت ها و با این قواعد آگاهی نداریم، به این سنت ها و به این قواعد آگاهی نداریم، برای همین خیلی وقتا در مقابل اینها قد علم میکنیم و نمیدونیم که داریم در برابر یک سنت الهی قد علم میکنیم. حالا بعضی ها میفهمند که در برابر یک سنت الهی قد علم کردند، رویهشون رو عوض میکنن. بعضی ها این توجه رو ندارن و آرام آرام دچار مشکلات بعدی میشن، نهایتش هم به درجه انکار میرسن، نهایتش هم به درجه انکار میرسن، منکر میشن. یکی از این سنت ها رو خیلی کوتاه امشب راجبش میخوام صحبت کنیم. ما یه سنتی داریم در عالم که از جزء سنت‌های الهی و جزئی از طبیعت و فطرت عالمه، اونم سنت تدریجه. من اگر بخوام تدریج رو محضرتون عرض بکنم با چند مثال خدمتون خواهم گفت. مثلا ببینید در جمادات اگر یک سنگ بی ارزش بخواد تبدیل بشه به یک گوهر، بخواد تبدیل بشه به یک سنگ قیمتی، این باید در یک عمقی از اعماق زمین در یک بازه زمانی مثلا چندین هزار ساله در یک شرایط خاص در یک دمای متناسب با این شرایط آرام آرام یک سنگ بی ارزش تبدیل میشه به یک طلای با ارزش و با قیمت. هیچ وقت یه سنگ یک دفعه ای طلا بفرمایید، نمیشه رفقا. این چون باز عرض میکنم، چون حرفان بالا خودم نیست، شما رو دعوت میکنم که با قلبتون عنایت کنید. مهمه، گیر بعضی از کارامون معلوم میشه کجاست. این مثلا تو جمادات. مثلا در نباتات اگر شما بخواید یک هسته سیب بخواد بشه یک سیب، خب در یک زمین مساعد در یک زمان مشخص این هسته باید کاشته بشه، به مقدار نیاز بعد آبیاری بشه، آرام آرام جوانه میزنه، شاخ و برگ میگیره، تنه ای میگیره، نمیدونم 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، حدودا چقدر زمان میبره. آرام آرام این شاخ و برگ شکوفه میده تا ما بتونیم از یک هسته سیب
برسیم به یک سیب. حالا من سیب مثال میزنم، شما تو نباتات مثالهای دیگر. باز اینجا شما با یک مسئله دفعی روبرو نیستید، یه زمانی رو باید طی کنه، اصطلاحاً یه فرایندی باید طی بشه تا از یک هسته سیب برسیم به یک سیب. این در نباتات. مثلا در حیوانات، خب یه نطفه بخواد تبدیل بشه، حالا در حیوانات مختلفه، ولی اونم بازی فرایندی رو طی میکنه، یه امر دفعی بفرمایید نیست. در انسان، در انسان، در این زاد و ولدی که انسان انجام میده، مثلا حدود 9 ماه زمان میبره تا این انسان در رحم مادرش شکل بگیره، از روزی که آن بوده و بعد از حدود 9 ماه یک انسان از جهت جسمی کامل به دنیا بیاد. دوباره در همین انسان اگر کسی بخواد یک قهرمان ورزشی بشه، قهرمان المپیک بشه، از روزی که اراده کنه بر این مطلب تا روزی که بخواد به این قهرمانی برسه شاید 10 سال 12 سال زمان میبره. باز شما تو این مسئله با یک امر دفعی روبرو بفرمایید نیستید. تو تربیت جسمی هم همین مسئله. آد باز تأکید میکنه، دقت کن، در تربیت معنوی آقای انسانی دوست داره که انسان خوبی بشه و در کمالات انسانی رشد کنه، اینم زمان میبره، یه امر دفعی نیست. خودمونیشو بخوام براتون بگم رفقا، این است که کسی یه شبه خوب بفرمایید نمیشه. بعد در مسائل فکری هم همینه، اونم زمان میبره. پس اساسا شما به هر مسئله ای در زندگی پیرامونی خودتون نگاه کنید و در عالم نگاه کنید، شما با مسئله دفعی روبرو نیستید، تماما تدریجی. چرا؟ چون تدریج یک سنت الهی و جزئی از فطرت عالم و جزئی از طبیعت عالمه. وقتی شد جزوی از فطرت و طبیعت عالم و شد یک سنت الهی، نه فقط مؤمنین، نه فقط دستگاه حق، نه فقط جریان توحیدی، دستگاه ابلیس و جریان باطل هم مجبوره از این قانون الهی تبعیت کنه. بله، برای همین ابلیس وقتی میخواد بندگان الهی رو گمراه کنه، همون قسمی که خورد لاغوینهم اجمعین، به جلال و به عزت و جلالت قسم بنده هاتو گمراه میکنم، ابلیس هم که میخواد بندگان الهی رو از صراط مستقیم خارج کنه، گمراه کنه، ابلیس هم نمیتونه یک دفعه این کارو بکنه. ابلیس هم مجبوره بر اساس قاعده و سنت الهی تدریج، گام به گام، قدم به قدم، میلیمتر میلیمتر بندگان الهی رو از اون صراط مستقیم خارج کنه. آیه رو دقت کنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره نور آیه 21، یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان
ای مؤمنان از گامهای شیطان پیروی نکنید. خطوات، یعنی ابلیس هم وقتی میخواد یکی رو از را به در بکنه، برادرهای بزرگوار، اونم قدم به قدم. برای همین شاید بشه از این منظر این روایات رو دید که وجود مقدس امیرالمومنین میفرماد فکر گناه هم نکن. فکر گناه همون آرام 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 به گناه افتادن است. یا میشه به نظرم از این منظر این مدل یا این دست از روایات رو دید که از گناهان صغیره چشم‌پوشی کن، گناهان صغیرت و کوچک نشمار. چرا؟ چون این گناهان صغیره است که آدم رو به گناه کبیره. اون گناه صغیره میشه همون قاعده قدم به قدم. ضرب المثلش چیه؟ میگه تخم مرغ دوز شطور دوز میشه. این قانون تدریج. حالا فقط داخل پرانتز عرض میکنم چون فرصت نداریم، شاید یه نفر بگه آقا پس بحث معجزه رو شما چی میگید؟ آیا نمیشه مثلا یک پیغمبری اشاره کنه به یک هسته سیب یک دفعه بشه سیب؟ بله میتونه. اینجا تو بحث معجزه تسریع در تدریج که در حال حاضر مجال بحثش رو نداریم، از جهت زمان مشکل زمان داریم، یه وقتی باید راجع به صحبت کنیم. معجزه هم تسریع در تدریجه. معجزه خلاف سنت الهی تدریج بفرمایید نیست. پس جنبندی تا این مرحله بحثمون که یکی از سنت های الهی که جزی از فطرت و طبیعت عالم هست سنت بفرمایید تدریجه. ابلیس هم برای به گمراه کشاندن بندگان الهی مجبور از این سنت الهی تدریج استفاده کنه. یعنی ابلیس هم نمیتونه خلاف فطرت و طبیعت عالم عمل بکنه تو این مسئله که داریم راجع بهش صحبت میکنه. اما دو تا نکته دیگه. نکته اول این است که یکی از کارکردهای این بحث تو مسائل تربیتیه. ما الان یکی از، یا بهتر بگم دو تا مشکل اساسی تو مسئله تربیت تو فضای خانواده هامون داریم. تو فضای کار تشکیلاتیمون داریم دو تا مشکل اساسی. باز تأکید میکنم از این منظری که ما داریم این بحث رو ارائه میکنیم، شاید از منظرهای مختلف مباحث دیگری هم مطرح شه. یکیش اینه ما در مسئله تربیت بی صبریم، صبوری کافی رو نداریم. چرا صبوری نداریم؟ به خاطر اینکه احساس میکنیم طرف رو دستشو بگیریم یه جلسه بیاریمش هیئت، فردا بعد دیگه راشو درست میکنه. نه، اینجوری نیست. چرا؟ عرض کردیم همون جوری که خوب شدن یه امر تدریجیه، بد شدن هم یه امر تدریجیه. لذا این حرفی که بعضی موقع پدر مادرها رفیقا میزنن، حاج آقا فلانی یه دفعه نماز رو گذاشت کنار، هیچ کس یک دفعه بی نماز نمیشه. این تیه فرایندی بی نماز شد، این تیه فرایندی دوز شد، این آدم تیه فرایندی بی حیا شد. بچه ها یه دفعه بی حیا نمیشن. کلید این رمان دیدی قیچی میکنن، افتتاح میکنن یه مجموعه، افتتاح کننده بی حیایی در نظام خانواده پدر مادرن. اونان که این رمان بی حیایی رو قیچی میکنن که یه دفعه بعد 5 سال یا بعد 6 سال یا بعد 1 سال یا بعد 10 سال ثمره این بی حیایی شروع کردنشون رو تو انعکاس اعمال بچه هاشون میبینن. ما تو مسئله تربیت صبوری نداریم برادرها. بعضی همون تربیت یه امر صبوری خودشو میخواد.
یه مشکل دیگه ای که داریم تو مسئله تربیت، فنشو بلد نیستیم. یعنی صبوری که نداریم که هیچی، فنش هم بلد نیستیم. بابا یه نفر نماز نمیخونه رو چجوری باید با نمازش خونش کرد؟ یه آدم بی حیا رو چجوری باید با حیا کرد؟ اینا فرمول داره. زندگی کردن علم خودشو میخواد، ربطی به مدارج حوزوی و دانشگاهی نداره که. مگه الان تو مباحث درسای دانشگاه ما از این حرفام خبری هست؟ تو خیلی از رشته ها اگه هست، چرا بعضی از اوضاع احوالمون اینه؟ نه، ربطی به این حرفا نداره. کسی که میخواد وارد یه زندگی بشه یا داره در کانون خانواده زندگی میکنه، بعد بدونه وظیفش چیه، مأموریتش چیه و به چه شکل بعد مأموریتش رو جلو ببره. یعنی بعضی موقع ها علمشو ندارن، بعضی موقع ها صبرشو ندارن، بعضی موقع ها بفرمایید هر دوتاشو ندارن، نقدن عمدتاً برای ما هر جفتشو نداریم. یعنی صبوری نداریم که هیچی، علمش هم نداریم. این یه کار کردش. پس تو مسائل تربیتی و تشکیلاتی رفقا، اولا بریم فرمولشو یاد بگیریم. فرمولش هم بعد یه مقدار اهل کتاب شیم، بعد کتاب بخونیم. ما تا خودمون مؤدب نشیم، جامعه پیرامونیمون مؤدب نمیشه. برای همین اساتید اخلاق زیاد اهل صحبت نیستن و بیشتر مردم با سیره اونها هدایت میشن و مؤدب میشن. ما تا مؤدب نشیم نمیتونیم خانوادمون رو مؤدب کنیم. لذا اگر یه دفعه میبینم بچم داره خطا میکنه، خیلی وقتا نباید خورده به بچم بگیرم، باید خورده به خودم بگیرم. من بلد نبودم درست برخورد کنم. این سنت الهی تدریج یکی از کارکرداش تو مسئله تربیته و فوق العاده الان تو جامعه ما مهمه، مخصوصا برای اون کسانی که خودشون رو پرچمدار دین میدانن. یکیش میشه جامعه هیئتی ما. حضرت آیت الله علاقه بند رحمت الله علی، رحمت الله علی، رحمت الله علی، یکی از علما بزرگ استان یزد، یک سال نشده ایشون از دنیا رفته. ایشون ظاهرا 90 سال حدودا عمر شریف این بزرگوار بود. یه پیرمرد سید کمرخمیده نورانی، اهل دل با صفای با معنویت استوانه ای بود. ایشون غیر از روزهای شهادت غیر ممکن بود تو مسجد بیاد جفت جیبا شکلات نباشه. تو سن 90 سالگی با کمر خمیده غیر ممکن بود. فقط روزهای شهادت ایشون شکلات همراهش نبود. یعنی یکی از جاذبه های نماز خواندن پشت سر ایشون شکلاتی بود که بعد از نماز از حاج آقا تبرکی می گرفتیم. تو سن بفرمایید 90 سالی. و ای کاش می بودید و می دیدید برخورد این پیرمرد محاسن سفید 90 ساله رو با بچه‌ها. مسلم اون مسجد تا الله اکبر از اون نگفتن صف جماعتش نباید جا داشته باشه. مسلمه، چون طرف خودش مؤدبه و این ادب کشش ایجاد میکنه، این ادب کشش ایجاد میکنه. پس یکی از کارکردهای این تدریج تو مسائل تربیتیه برادرها، اینو باید دقت کرد. یکی دیگه از مسائل و کارکردهای سنت الهی تدریج تو بحث ظهوره. لذا این نکاتی که عرض کردم مقدمه این عبارتی بود که میخواستم محضرتون بگم. رسیدن به مراتب کمال دفعی بفرمایید نیست، ظهور کمال بشره.
ظهور امام زمان ارواح له الفدا، اینو بارها محضر شما عرض کردیم. امام زمان ما وقتی ظهور میفرمایند، ظهور حضرت فقط مختص یک گروه خاص بفرمایید نیست، او برای بشریت ظهور میکنه. لذا میفرماد رسیدن به مراتب کمال دفعی نیست، برای همین ظهور امام زمان کمال بشره. ما کمالهای زیادی تو زندگیمون میتونیم داشته باشیم. آقا یه نفر درس میخونه که مهندس خوبی بشه، یه نفر وارد سیستم نظامی میشه، یه نفر میره یه کاسب میشه، دوست داره یه کاسب موفق بشه در شهرش در کشورش. اینا یه کمالهاییست که ما تو زندگیمون داریم، هرچی تو صنف خودش. رأس همه این کمالها ظهور امام زمانه. ظهور امام زمان که کمال بشره، میگن دو تا ویژگی داره، هر کمالی دو ویژگی داره. یک، کمال یه امر تدریجیه، دفعی بفرمایید. دو، کمال یه امر اختیاریه، جبری، که حالا اختیاریشو ایشالا یه جلسه بعد محضرتون عرض میکنم. ظهور یه امر تدریجیه، یعنی این که اگر ظهور امام زمان مثلا باشه 100، جامعه باید برسه به 99 تا خدا 100 رو به این جامعه بفرمایید بده. جامعه ای که مرحله 2، یک دفعه از 2 سراغ 100 بفرمایید، نمیتونه بره. چرا؟ چون این خلاف سنت طبیعت و فطرت عالمه، این خلاف سنت الهی. اونا که میگن آقا ایشالله بیاد درست میشه، و به این معنام این حرفو میزنن که ما هر جوری دوست داریم زندگی کنیم، خود حضرت میاد مشکلات حل میشه، اینا دارن خلاف سنت الهی حرف میزنن. اینجوری نیست. نخیر، جامعه نمیتونه یک دفعه ای از بیقابلیتی تبدیل بشه به یک جامعه ای که قابلیت ظهور پیدا کنه. نخیر، این امکان وجود نداره. این مهمه. جامعه نمیتونه یک دفعه ای از بیقابلیت بودن در مسئله ظهور، یک دفعه ای قابلیت پیدا کنه که ظهور در بستر این جامعه اتفاق بیفته. نه خیر، این امر تدریجیه. یعنی اگر قراره بریم 5، منطقه 5، بعد از منطقه 1 برم به 2، از 2 برم به 3، 3 برم به 4، 4 برم به بفرمایید 5. حاجا نمیشه از یک یه دفعه سر از 5 در بیاریم؟ نه خیر. لذا بزرگان ما میفرمایند در ظهور تفره وجود ندارد. تفره یعنی پرش. اصطلاحا میگن در تدریج تفره وجود نداره. یعنی شما نمیتونی یک دفعه از نقطه 1 سر از 5 در بیاری. شنه آقا ما میریم 5، میگه تو بگو 5، ولی این در از چیه؟ همون بگید 2ه، تو بهش میگی 5. در تدریج تفره وجود نداره. شما نمیتونی از نقطه 1 سر از نقطه 5 در بیاری یک دفعه، نه، باید بری به 2، باید بری به 3، باید بری به 4، باید بری به 5. تفره وجود نداره. جامعه اگر میخواد به ظهور امام زمان، به مرحله ظهور برسه، این جامعه باید قدم به قدم این مراحل رو طی کنه تا خدا اون مرحله نهایی ظهور رو در بستر این جامعه ارائه کنه. لذا در تدریج تفره وجود نداره. پس تو نباید دنبال این باشی که یک دفعی خوب بشم. نه، کسی یک دفعی خوب نمیشه. یک دفعی هم امام زمان نمیاد. هر جوری بخوام زندگی کنیم، هر حرفی بزنیم، هر کاری انجام بدیم، یه دفعه هم شاید این جمعه بیاید، شاید امام زمان اومد. نه، این حرفا نیست. اگرم تا حالا شنیدیم غلطه. این حرفا نیست. اما اینجا رو خوب دل بدید. اما درسته در تدریج تفره وجود نداره. درسته شما نمیتونی از منطقه 1 یک دفعه ای سر از منطقه 5 در بیاری،
اما در تدریج تسریع وجود داره. یعنی چی؟ یه مثال خیلی ساده میزنه. ما قراره از قم بریم به تهران، حدود 135 کیلومتر. این 135 کیلومتر رو با سرعت 50 کیلومتر میتونم برم، با 80 تا میرم، با 120 تا میرم، با 160 تا بفرماییم میرم. به هر مقداری که سرعتت زیاد بشه رسیدنت هم بفرمایید به مقصد چی میشه؟ سریعتر میشه دیگه. این نیست که اگه 160 تا بری یه قسمت از مسیر رو پرواز میکنی، نه خیر، همون مسیر رو داری طی میکنی که با سرعت 50 تا طی میکنی، با سرعت 70 تا طی میکنی. اما هر چقدر سرعتت زیاد باشه رسیدنت هم به مقصد چی میشه؟ نزدیکتر میشه دیگه. تسریع یعنی این. تسریع تفاوتش با تفره، آقا اینا بحثای مهمیه، تسریع تفاوتش با تفره اینه. تفره میگه از منطقه یک یه دفعه سر از منطقه پنج در بیارم، کسی میگن این خلاف سنت الهیه، این خلاف فطرت عالم و طبیعت عالمه و امام زمان خلاف این فطرت و این سنت عمل نمی کنه و این سنت الهی این گونه اتفاق نمی افته. اما تسریع نه، تسریع میگه همون مسیری که باید طی کنی حالا با سرعت طی میکنی. یه مثال بزنم، طرف گناهکاره، خطا کرده، اون حالت توبه نصوحی که میخواد براش اتفاق بیفته، شاید اگر در حالت عادی بخواد دنبال اون حال باشه که به تعبیر امیرالمومنین در قلبش توبه کنه، به زبانش توبه کنه، در عملش هم توبه کنه، شاید در حالت عادی برای بعضی ها یک سال زمان ببره تا به این مرحله برسن که واقعا حضرت عباسی تو دلشون برگردن از این راهی که دارن میرن. اما همین مسیری که یک سال تو حالت عادی میخواد اتفاق بیفته تا طرف به این تنبه درونی برسه، توی زیارت اربعین این اتفاق میفت. یعنی زیارت اربعین تسریع میکنه این تنبه درونی این انسان گناهکار. تسریع یعنی حالتی که اگر میخواستم به این مرحله برسم یک سال زمان میبرد، یه دفعه تو مجلس روزه سید و شهدا با گریه که بر ابی عبدالله میکنم این تنبه قلبی برای من اتفاق میفته. میگه اشک بر سید و شهدا تسریع کننده است برای اونایی که میخوان توبه کنن. شاید یکی از دلایلی که شبهایی که خدا شاهراه نجاتش رو برای بشر قرار میده زیارت ابی عبدالله در این شبها وارده، یه علتش اینه. یکی شبهای قدره، یکی شب لیلة الرقایب، یکی از اعمال لیلة الرقایب زیارت سید الشهدا است. گریه بر سید الشهدا، توسل بر سید الشهدا سرعت میده. به چی سرعت میده؟ سرعت میده بین رسیدن این بنده به خداش، در حالی که اگر این گریه نبود شاید یک سال زمان ببره طرف بخواد به این حالت درونی برسه. این سرعت میده. حالا چه عاملی سرعت داد به زمین ساز شدن، زمین سازی ظهور امام زمان؟ ببینید، اگر ما حرفی که هفته قبل زدیم، ظهور امام زمان رو این گونه ببینیم که امام زمان ظهور نمی فرماین تا روزی که محبوب قاطبه بشر بشن، یعنی قاطبه بشر به یه فهمی برسه از امام زمان تا ظهور اتفاق بیفته، اون عاملی که در عصر ما باعث شد بشریت به فهمی که امروز از امام زمان داره، شما فهم امروز بشر رو با 50 سال پیش برید مقایسه کنید، فهم امروز بشر رو با 70 سال پیش تو بحث امام زمان برید مقایسه کنید،
اون عاملی که باعث شد این فهم فراگیر از وجود مقدس امام زمان ارواحنا له الفدا در عالم اتفاق بیفته انقلاب اسلامی. یعنی این انقلاب اسلامی بود که امروز شما این فهم فراگیر رو دارید میبینید به همین مقداری که در عالم هست. شما قبل انقلاب اسلامی برید وضعیت مردم و نوع نگاه جامعه بشری رو به مسئله عاشورا ببینید، نگاه جوامع بشری رو امروز برید به مسئله عاشورا ببینید، مقایسه کنید. حدود 50 سال پیش بشریت اصلا جریان سید و شهدا چقدر نفوذ کرده بود در کشورهای مختلف دنیا، امروز چقدر نفوذ کرده. این سرعت در طول سالیان گذشته بی سابقه بوده آقایون. اینا حرفای احساسی نیست، اینا حرفایی که تماما قابل اسناده. سرعت میده. لذا میفرماید ظهور امام زمان کمال بشره، کمالم یه امر تدریجیه. لذا جامعه هر چقدر تلاش بکنه در این که خوب باشه، این خوب بودن، تلاش کردن برای خوب بودن سرعت میده به ظهور امام زمان. جامعه هر چقدر تلاش بکنه، مخصوصا این جامعه، این جامعه این که خودش قراره زمینه ساز بشه برای ظهور امام زمان، جامعه تلاش بکنه هر چقدر گناه تو جامعه کم بشه، سرعت رسیدن به ظهور بیشتر میشه. هرچی گناه تو جامعه بیشتر بشه، سرعت رسیدن به ظهور بفرمایید کمتر میشه. بله، وقتی سرعت گناه در این جامعه زیاد شد، سرعت رسیدن این جامعه به ظهور بفرمایید کمتر میشه. هر موقع سرعت گناه در این جامعه کمتر شد، سرعت رسیدن این جامعه به ظهور بفرمایید. برای همین چنبره زدن تو جامعه ما به هر شکلی که بتونن جامعه ما رو به لجن فساد بکشونن، از جمله خانواده ها رو، چون اونا میفهمن این مسئله رو. اونا میدونن اگر این جامعه با مسائل دین، با سید و شهدا، با امام زمان، با دین، با آداب دین مؤدب بشه، مانوس بشه، سرعت این جامعه بالا میره برای رسیدن به اون وصال ظهور. بله برادر، برای همین مخالفن، برای همین فریاد میزنن، برای همین به هر شکلی که شما فکر کنید تو جامعه ولنگواری میخوان ایجاد بکنن که چی بشه؟ سرعت رو بگیرن. لذا میگه در تدریج تفره وجود نداره. دنبال این حرفا نباشیم، بله خود حضرت میاد حل میکنه مسائل رو. نخیر، این حرفا نیست، این حرفا نیست. ما باید کار کنیم تا امام زمان بیاد، ما باید جون بکنیم تا امام زمان بیاد، ما باید تلاش کنیم تا امام زمان بیاد، ما بیخوابی باید بکشیم تا امام زمان بیاد، ما باید سختی بکشیم تا امام زمان بیاد، اگه میخوایم بیاد. اگر هم نمیخوایم نسل ما نه نسل بید. به هر حال یه نسلی میاد که میخواد امام زمان بیاد و میاد. اینجوری نیست، دنبال مسائل یک دفعه‌ای بفرمایید نباشیم. اگه میبینی امروز تو جامعه یه ناهنجاری پیش اومده، فکر نکنی ناهنجاری رو یک دفعه‌ای میشه حل کرد. همونجوری که یک دفعه آرام 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 این مسئله رو تو جامعه ایجاد کردن، آرام آرام هم بعد این مسئله از جامعه چی بشه؟ بفرمایید زدوده بشه. اما ما یه قدرت‌هایی داریم که میتونه برای زدودن این ناهنجاری‌ها در زدودنش تسریع ایجاد کنه. یکیش امام حسین، یکیش محبت به اهل بیته، چیزی که شاید طرف نمازم نخونه ولی منکر این مسئله نمیشه، یعنی با همون محبت میشه نجاتش داد. ما قدرت محبت به اهل بیت، محبت مردم به امام زمان، محبت مردم به حضرت زهرا سلام الله علیها، محبت مردم نسبت به سید الشهدا رو نباید دست کم بگیریم. این قدرت ویژه‌ایه برادر.
این حرف اینه. خدایا به محمد آل محمد، به محمد آل محمد ما را از زمین سازان ظهور امام زمانمون قرار بده.